بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و شب خیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان به درگاه خداوند. گفتگوی ما بر سر این موضوع بود که ما آمدیم در این دنیا برای تربیت و هیچ وظیفه دیگری نداریم مهمتر از تربیت و خوب شدن، انسان شدن، آدم شدن، هر چی اسمشو میذاریم. که گفتیم قرآن یک واژه رو بیشترین به اصطلاح بسامد قرآن هست، بیشترین تکرار در قرآن شده و اون واژه تقواست که عبارت دیگریست از همون تربیتی که عرض کردم. این شبها داریم راجع به عوامل تربیت صحبت میکنیم و گفتیم که تربیت مهمترین عاملش محبت، عشق. از همین جا شما مستحضر میشید این که عرفا مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولانا، نظامی، حتی فردوسی، با اینکه حالا فردوسی بیشتر مفاهیمش در حول محور خرد میچرخه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، یا یه جایی میگه به یزدان گرانان خرد داشتن، کجا این سرانجام بد داشتن. ولی او هم به نحوی در دایره محبت دور میزنه کارهاش دیگه، امثال حافظ و سعدی و مولانا که دیگه شاه بیت ابیات و غزلهاشون همینه که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، و هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. اگر کسی از وادی محبت چیزی نفهمید، دوستان اجازه بدن که ما این کامنت ها رو ببندیم. می‌فرماید که اگر کسی تو این وادی سیری نکرد و نچشید از جام محبت، این آدم مرده است که میشه در حالی که فعلا به ظاهر زنده است برش نماز میت خوند. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. معاشران گره از زلف یار باز، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. این عالم میگه یه شب بیشتر نیست و با قصه عشق شب دراز و زیبایی میشه، چون شبا میرفتن قدیما نامزد بازی و پیش محبوب و معشوق. حافظم میگه این شب شب خوبیست برای اینکه آدم به یه عشق بازی بکنه. یار تو اونس هست و دوستان جمعن، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. میگه و این یکادم بخونید که چشمون نکنن، درم ببندید که نامحرمان ایام. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، یا فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست به عشق، بر او نمرده به فتوای نماز کنید. نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. معاشر ناجنس کسی است که ما رو از وادی محبت دور کنه. میگه آقا بدی کرد، باش بدی کن، به توهین کرد، بهش اخم کن، کلوخ انداخت، سنگ بنداخت. میگه اینا معاشر ناجنس هستند در این عالم، شما باید از جنس محبت کار بکنید. و همین جهت عرض کردیم که قرآن کریم که آمده برای تربیت ما، بیشترین تکیه و تأکید و تکرارش بر همین واژه محبت. من امشب میخوام یکی دو تا نمونه عرض کنم که ببینید قرآن به وادی محبت که میرسه، خداوند با انسانها چگونه برخورد میکنه. یکیش در ماجرای جنگ احد هست. ماجرای جنگ احد، خب دوستان میدونن ماجرای تلخی بود برای پیامبر و مسلمانان. دومین جنگ رسمی یه مسلمون ها بود. اولین جنگ مسلمون ها پیروز شدن، هلهله
شادی به آسمان برخاست، کفزنان هلهله کنان برگشتند و شاهد پیروزی رو در آغوش کشیدند. در جنگ احد که سال بعد اتفاق افتاد، بعد از جنگ بدر، ابتدا مسلمان ها داشتن پیروز می شدن با اون نافرمانی بعضی و شکست خوردن دشمنان. به تنگه ای بود که نباید اونجا رو رها می کردن. پیامبرم گفته بود اونجا رو رها نکنی تا من نگفتم، ولی اینها از حول حلیم افتادن تو دیک که نکنه مسلمانایی که پیروز شدن و وسط معرکه هستن غنایم جنگی رو اونا بگیرن و به ما چیزی نرسه، سر ما بیکلا بمونه. حالا یا به هر دلیلی که یکیش رو این نوشت، اینا اون اگر کشته شدن، ادهی زخمی شدن، مجروح شدن، ادهی فرار کردن و در مجموع جنگ به نفع کفار تمام شد. مسلمان ها با روحیه شکست خورده، روحیه از دست داده، کسل، خسته، مجروح، ادهی عزیزانشون کشته، خود پیامبر چندین زخم برداشته، امیرالمومنین زخم های متعدد برداشته، آیاتی نازل شد برای دلداری مسلمان. سوره آل عمران: ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. حالا میخواد یه مقداری دلداری بده، جبران کنه اون روحیه شکست خورده رو. میگه اگر به شماها راحتی رسید، به اونا هم همین اندازه رسید. منتها شما تو جنگ احد، اونا تو جنگ بعد. مورخی نوشتن تقریبا کشته ها و زخمی های دو جنگ با هم برابر بود. مسلمان ها 35 تا کشته دارن تو جنگ احد، هم همینقدر تو جنگ بعد کشت دادن، یا کشت و زخمی با هم مثلا همین تعداد بود. حالا کم و بیش دیگه، اینا نقل های تاریخی است که نمیشه به تعداد ها و اینها خیلی اعتماد قطعی داشت، ولی این حدود و تخمین و حدس. اگر به شما این زخم و جراحتی رسید، قرآن میفرماید هم همینقدر رسید. بعد میفرماید که تلک الایام نداولها بین الناس. میگه ضمناً یادتون باشه این عالم مثل چرخ و فلک میچرخ، دور میزن. با این شما مسلمان پیغمبر در کنارش سرای این عالم اینه، به قول اون بیت معروف فردوسی: چنین از رسم پشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، یا گهی پشت زین و گهی زین به پشت. بعضی گفتن درستش اینه، گاهی شما پشت زین نشستید، گاهی هم زین رو به پشت گذاشتید و اسب رفته و مجبورید شما زین رو بگیرید و برید. گاهی ماشین شما رو میبره، گاهی هم شما ماشین رو هل بدید دیگه. گاهی قدیم از این اتفاقا زیاد میفته، مکسلش کنید ببریدش. قرآن میگه این عالم مثل چرخ و فلکه، یومون لکه و یومون علک. یه روز جوونی، خوشگلی، خوشتیپی، یه دیدی هم از تک و تا میفتی، فرقی هم نمیکنه. هنرمند باشی و هنرپیشه باشی، بعضی از این هنرپیشه هایی که یه روزی چه جلوه و جلایی داشتن، الان هم قیافه اونا رو ببینه، خصوص بعضی از جماعت نسوان، اصلا آدم از خودش بیزار میشه که بابا این چه قیافه ای این پیدا کرده بیچاره. پولداری یه روز فقیر میشه، یه روز سر قدرتی، یه روز تو ضعفی، یه روز مشهوری، یه روز گمنام میشه، مردم نگاهت میکنن نمیشناسنت. این قانون این عالم، به قول سعدی گفت که یک قانون در عالم ثابته و دیگه بقیه همه قوانین عالم متغیر. اون قانونی که ثابته چیه؟ همینه که همه چی متغیره، این ثابت. آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. این قانون رو هم قرآن تو این آیه به اینا گوشزد کرده که شما بدونید اینجور نیست که حالا چون مسلمونید و با پیغمبر هستید همیشه هم شما پیروز باشید. نه، یه وقتی هم شما شکست میخورید. بعد هم ادامه آیات آیه میفرماید که ضمناً برای دلداری مسلمان ها، اونهایی که از شما کشته شدن، اونها شهیدن پیش خدا، اجری قربی مقامی دارن. اینایی که از اونا کشته شدن، اینا نه به درک رفتن، هلاک شدن، آدم های لجوج انون. پس شما کشته هاتون هم باز برندگان عالمن، زخمی هاتون هم چقدر اجر و پاداش و ثواب دارن پیش خداوند، خانواده های اونها همینجور.
وقتی کار دلداری مسلمان ها تموم میشه، آخر آیه میره سراغ اون کفاری که این همه بلا رو سر مسلمان ها آوردن و پیامبر رو به زخم نشوندن و یارانش رو کشتن. و حالا ما باید منتظر باشیم، مسلمان ها باید منتظر باشن که حالا چجوری خدا میخواد به حساب اونها، به اونها که میگه یک کلمه بیشتر نمیگه، میگه ان الله لا يحب الظالمين. ضمناً اینا هم که به شما ظلم کردن، من اینا رو دوست ندارم. خیلی عجیبه. خدایا ما توقع داشتیم یک مثلا 10 سطر شما در مذمت اونها و در عذابهای جهنم اونها میبریدشون، چنینشون میکنی، چنانشون میکنی، به سیخ و میخ میکشونی، کبابشون میکنی، جگر ما رو حال بیاری، فقط یک کلمه اینا رو دوست ندارم. بله دیگه. یعنی این روش قرآنه که ما تقریبا 3 شبه داریم راجع به این حرف میزنیم، که اگر انسان بفهمه که وادی محبته که فقط میتونه انسان تربیت کنه. چون 3 بار عرض کردم، چون اینو خواهم خوب توجه کنیم، چون هدف قرآن از اونجایی که میخواد حتی دستور جنگ بده به مؤمنین، هدف این است که گروه مقابل تربیت بشه. نمیخواد اینها کشته بشن و انتقام از اینها گرفته بشه و تار و مار بشن و جگر مسلمان ها حال بیاده. دقیقا داستان قرآن حتی در احکام تندش، احکام خشنش، مثل احکام حدود، احکام قضا، کیفر، اونجا هم بنابر تربیته. و متاسفانه ما هستیم که خیال میکنیم که حالا اینو میگیریم، میزنیم، میکشیم، ما پیروز میشیم، ما قدرت پیدا میکنیم، دشمن رو تار و مار میکنیم. این افکاری که تو کله این داعشی هاست گاهی تو سر ما هم هست، منتها ما زمینه اون ممکنه خدا نیاره اون جنایت ها فراهم نشده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفائی رو، انساد رو، میگفت که ماها همه فرعونیم، منتها مصر ما کوچولوئه، مصر یه کسی فقط دهاتش، تو کت خدا یه دهیه، اونجا فرعونی میکنه. مثل یک کسی یک شهرستان کوچولوه، یه استاندار یک استان، اونجا داره تفرعون به خرج میده. مثل یک کسی یک کشور کوچولو. و اگر به ما هم مصر رو میدادن همون جور میشدیم، همون تفرعون در ما بود. و به همین جهت متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونیم چه عرض کنیم، روایت داره که روز قیامت یه عده رو میارن توی صف، که بابای میبینه من مثلا کت خدای ده هم نبودن، من رو آوردن تو صف فرعون و هیتلر و موسولینی و نرون و نمیدونم شمر و صدام و این جنایتکارهای حرفه‌ای تاریخ، منو تو اون صف دارن محاکمه میکنن. داد میزنه میگه خدایا اشتباه شده، خب من جزو اینا نیستم. نگاه نکنیم مثلا یه خود سیبیل هم مثل چنگیز خان مغول تابیده، ولی من اصلا کت خدای ده هم نبودم. میگن درست میگی، تو یه کارگر ساده بودی، زن و بچه داشتی، زورت به این زن و بچه میرسید، فقط به اینا زور میگفتی، ظلم میکردی. تو اگه زورت به مردم ده میرسید، به اون مردم اون ده ظلم میکردی. اگه به شهر میرسید، به شهری ها ظلم میکردی. اگه میشدی رئیس جمهور یک کشور، رهبر، ستم میکردی. ما اصلا کاری نداریم که تو چه مقدار ظلم بالفعل کردی، ما با اون روحیت کار داریم، اون روحیه تفرعون، اون حال خود بزرگ بینی، خود محوری. یک نکته ات بگویم، به قول حافظ، خود را مبین که رست. این خودبینی های تو، خود محوری های تو کار دست داده. ما کاری نداریم که تو فرعون بودی یا هیتلر بودی، 60 میلیون آدم رو کشتی توی جنگ جهانی دوم. توی یه جنگ کسی میتونه به چنین جنایتی بکنه دیگه. لذا ما اگر خوب دقت کنیم، قرآن حتی اونجایی که میخواد بجنگه با کسی، میخواد قهر کنه با کسی، میخواد متارکه کنه، دستور میده، یه قیدی کنارش میاد که اینو یک شب مفصل صحبت خواهیم کرد، و اون قید زیباییه. که تو حق نداری برای خنک شدن دلت با کسی قهر کنی. وهجرهم اما هجرن جمیلا، به زیبایی قهر کن. زیبایی یعنی چی؟
یعنی قهر تو باعث تربیت اون بشه، درست مثل پدر و مادری که مکرر به بچه لطف کردن، محبت کردن، این بچه اصلا اسیر محبت این مادر، حالا این بچه کار خلافی داره میکنه، بی‌تربیتی داره میکنه، مادر میبینه اینجا جای قهره، میگه دیگه باید قهرم، دیگه باید حرف نمیزن. اول دعای ابو حمزه یا اول مناجات شعبانی است گویا اونجا میگه که بله انظر الی اذا ناجیتک اذا نادیتک اقبل الی اذا ناجیتک، میگه خدایا چهره تو از من بر نگردون. درست مثل بچه کوچکی رو شما فرض کنید که به کار بدی کرده، مامانش اخم کرده، رو بر میگردونه، بچه میاد اون دو دست کوچولو صورت مامانو میگیره، چرخونه طرف خودش، میگه مامان قهر نکن با من، نگاه کن به من، میخوام باید حرف بزنم، میخوام بیام عذرخواهی کنم، آشتی کنم. یه همچی حالیست حال دعا و انابه و برگشت. یعنی یه کسی که عاشق آدم بوده حالا قهر کرده، ولی ما همین قهرش هم که امیرالمومنین تو دعای کمل میگه خدایا منو اگه جهنمم ببری، جهنم تو بر من سوزندگیش کمتر، حبنی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، که البته به تعبیر یکی از بزرگان که میفرمود که ما که نتونستیم تو عمرمون یه بار این جمله رو از زبان خودمون بگیم، همش از زبان علی خوندیم، چون اصلا وادی ها رو طی نکردیم، سیر نکردیم، حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه اینا. ما اکثر دعاها رو به قول علما به قصد اخبار میخونیم نه به قصد انشاء، یعنی چون امام صادق خونده، امام سجاد خونده، امیرالمومنین خونده، پیامبر خونده، ما همون رو داریم توتیوار تکرار میکنیم، خودمون رو نمیچشیم. درست مثل به بچه ای که شما بگین کلمه ها رو بگو، بچه هم میگه بدی کرده، باباش باش قهر کرده، مامانش یادش میره، برو به بابا بگو که من معذرت میخوام. این بچه تازه به زبون اومده، نمیدونه اصلا معذرت میخوام، با همون لحن شیرینش کلمه های جا به جا بابا معذرت میخوام، بابا میگه بغلش میکنه ماچ، بچه میفهمه که هر وقت من این کلمه رو بگم ممکنه بابا بغلم کنه، ماچم کنه. اما اگر خودش رسید به اون جایی که بفهمه معنی معذرت میخوام چیه، اولا تلاش میکنه که هیچ وقت کارش به اینجا نرسه، مرتب یاد بگه من غلط کردم، نفهمیدم، عذر بخوام، ببخشید، از من بگذرید، منو عفو کنید. و اگر پاش افتاد، بالاخره بلیتون که امام سجاد باز در همین دعای اول میگه بلیتون عرق، اتفاقی افتاد، گر میان جان و جانان گر خطایی رفت، رفت. غزل قشنگی میگه حافظ اونجا، میگه حالا یه اتفاقی افتاد دیگه، و سبلت لی نفسی و قلبنی هوای یه لحظه شیطون گولم زد. دیدین بچه ها گاهی اشتباه میکنن، پدر مادر میخواد بچه رو ببخشه، تقصیر رو میذاره گردن شیطون، میگه شیطون گول زد، ها تو خودت بچه خوبی هست. جالبه وقتی برادرها یوسف مخواستن اون خواب رو، پسر عزیزم این خواب رو برای برادرات نگو، و یکی دو لکه کی دا، اونا ممکنه نقشه برات بکشن. تا پشپندش گفت که ان الشیطان للانسان عدو، این شیطونه که گول میزنه آدم رو، تقصیر رو باز انداخت کردن شیطون. این رابطه محبت پاره نشه، مکن. چقدر این بیت حافظ قشنگه، مکن کوکبه بعضا به حال کسان رابطه محبت بینشون، مکن بگریزند و چو چاکران بگریزند و بندگان برمند یا برهند. میگه اونایی که اظهار چاکری میکردن، اظهار بندگی میکردن، راستاسی عاشق تو، اولین اتفاقی که این رابطه محبت از بین بره، اونا فرار میکنن ازت، اونا رمیده میشن، اون که کوکبه دلبری شکسته شده.
این هست که واقعا آن روایات ما بیشترین تأکیدش و اونجایی که شما بهترین کارو کردید، خدا یک کلمه میگه من تو رو دوست دارم. و چی بالاتر از این؟ چه بالاتر از این که من یک شب عرض کردم، گفتم اونایی که به خیال بهشت و جهنم دارن کار میکنن، خب روز قیامت دیدی خدا یه عده از این اراذل اوباش هم برد بهشت، ما هم طمع داریم ما رو بره بهشت. بالاخره سیاه نامه تر از خود کسی نمیبینم. و اگه اراذل اوباش هم بردن بهشت، وقت اونی که مثلا تو دنیا عرق نخورده، فلان کار نکرده، به نوامیس مردم نگاه هوسران انداخته، باید پشیمون شه که ای کاش ما این کارو. اگه پشیمون شدی بدون که این کارم که الان میکنی هیچ دو تا پول نمیاد، هیچ اثری نداره، هیچ فایده ای نداره. اما اگر نه امروز تو پشیمون نشدی، الان هی سوال میکنه آقا ادیسون میره بهشت، نمیدونم فلان کس میره بهشت، من چه میدونم آره میره. تازه مگه رفت؟ مگه تو ناراحتی؟ بله دیگه، ما نماز خوندیم که نخونده، ما حجاب کردیم که خانم ماری کوری نکرده، مثلا ما این چادر رو گرفتیم کور شدیم، یا عمری ماری کوری بدون اینکه چادر بگیره کور شده دیگه. بنده خدا، خب اگه بره بهش مثلا جای تو تنگ میشه، مثلا تو ناراحتی که اونم نکنه بره بهش. علما مرحوم نمیدونم کوه کمره‌ای بود یا شاید یه بزرگوار دیگری، اومده بود کربلا و افتاده بود رو قبر امام حسین، های های گریه، یکی دو ساعت نه، میگن مثل که یه روز نصفی اونجا بس نشسته بود و چه جور اشک میره، از خود بی خود شده بود، منقلب شده بود. اطرافیانم جرئت نمیکردن برن، که یقین کردن یه حادثه خیلی وحشتناکی، کسی سرطان گرفته، کسی رو به موته، چی شده آقا، چه اتفاقی شده. یه خورده که آقا بعد از ساعت ها گریه حالش کمی جا اومد و یه خورده سر حال شد، یکی از این خصیصین بخشید اتفاقی روز یک روز و نصف اینجا بس نشستین، حالتون اینقدر بده، منقلبی، چی شده؟ گفت بله از دیروز حالا تو این دارم امام حسین رو قسمش میدم به مادرش زهرا بکی بکی که مبادا روز قیامت شم رو شفاعت کن. شم رو بعد اینا احساس کردن آقا پیر شده، بنده خدا مثل که مشاعرش قاطی کرده، ارتباط دو تا نیم کره مغز قطع شده، آقا داره هزیون میگه، پرت و پلا میگه. گفتن آقا شمرم که اینا شفاعت نمیکنن که، شمر به این فلان فلان شدگی. گفت آخه شما این خانواده رو نمیشناسیم، من اینا رو میشناسم، من بیشتر از شما اینا رو میشناسم، من خیلی تو حالات اینا تحقیق کردم، من تقریبا دلم گواهی میده که اینا از شمرم شفاعت خواهند کرد. بعد یکی از این شاگردا گفت آقا بکنن به تو، ما چه به ما چه، مگه ما کاسه داختر از آشیم؟ گفت ما حالا یه خورده فهمید، نه من نگران این نیستم، فضولی به ما نیومده، خواستن بکنن خودشون، خدا خواسته که بره بهش، به تو چه آقا، به من چه، به تو فضولی؟ یه خورده نماز خوندیم مثلا دلت گرم این که بله ما همه نماز خوندیم، ما همه حجاب کردیم، قوم دادیم، پس اینا چی میشه؟ نگران نباش، همه رو میذارن تو گونی، آزهی بزاعت و ناردت الینا، به قول برادرای یوسف همه نماز روزه رو میزنن تو گونی دوباره بهت میدن، که نام نماز روزه ها. به هوش باش که هنگام باد استقنا، واقعا این شبها خیلی ما به حافظ نیاز داریم. به هوش باش که هنگام باد استقنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهد. هزار خرمن طاعت، من و شما که شرمنده ایم با این نمازهای دست و پا شکستم، اونایی که خیلی نماز خوندن حافظ به اونا داره. گفت نه من نگران این نیستم که امام حسین بخواد از قاتلش هم شفاعت کنه، اونا رو هم ببخشه، به اونها محبت، من برای خودم دارم میگم. گفت یعنی چی؟ گفت ها من نگرانم که آقا اگر شم رو آوردی تو بهشت، دیگه تو اون بهشت دیگه شمره من حال ندارم برم، من میخوام تو یه بهشت برم که شمر یزید اون تو نباشه. گفتن ها پس شما برای خودت داری میگی، گریت مال اینه نه مال این که تو از شم شفاعت. گفت بله من نگران این. ببینید قصه اینه واقعا که اگر ما با محبت کار میکردیم، من انشالله فردا شب آثار محبت رو یه خورده صحبت میکنم، چون محبتی نیست که
مولانا شعر نگفته برای مشاعره کردن الف بده، جیم بده، ب بده، دال بده. میگه بله، مولانا هم گفته که الف بده، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. خدا حفظ کنه آقای الهی قمشهری رو، گفت یکی یه بیت شعر بلد بود، همه جور مشاعره رو با هم یه بیت شعر میکرد. گفت چه بده؟ گفت چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه. و الف بده، گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه. گفت ته بده، گفت تو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه. گفت نون بده، گفت نمیبینی که نابینا و چاه هست. خلاصه نه این شعرها رو برای مشاعره و برای خودنمایی که بیشتر حفظه نگفتن، اینها نسخه است، نسخه شفابخش، به شرطی که ما نسخه رو بپیچیم و به قول معروف عمل کنیم بهش. اینا یه آثاری داره محبت که انشالله شاید فردا شب یا حالا شاید بعضی از شبهایی که تا آخر ماه مبارک فرصت هست عرض بکنم که محبت فقط این نیست که بگم آقا من شما رو دوست دارم، چه بسا گاهی محبت های ما مایه معطلی طرف، محبت خالق خلصه میشه. محبت نیست که ظاهرش محبته، باطنش قهره، ظاهرش به قول مولانا چون گور کافر پرحلل، باطنش قهر خدا عز و جل. قدیما که این ارمنیا رو دفن میکردن، طلا جواهرات اینا رو با اینا دفن میکردن، حالا یا طبق نمیدونم بصیتشون بوده یا طبق رسمشون بوده، هرچی بوده، میگه بعضی از آدمهایی که باطنشون خرابه ظاهرشون مثل گور کافر میمونه، گور این ارمنیا میمونه که پر از جواهرات، اگر اینا انسانهای بدی بودن باطن اون گور قهر خدا عز و جل، پر از آتش جهنم. پس ما دیگه به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم. این رو باید توجه بکنیم که واقعا ما آمدیم برای تربیت. تربیت رو معنی کردیم یعنی چی؟ و یک راه هم بیشتر نداره تربیت، و اون محبت. که ای ملک بر در میخانه عشق، ای ملک تسبیح گوی. میگه اون وقتی که کندر آنجا طینت آدم مخمر میکنن، اونجایی که میخوان آدم درست کنن رو گل ما از آب محبت ریختن. خب شما عزیزان رو به خدا میسپاریم و امیدواریم که انشالله همیشه دل و جانتون به آتش محبت گرم باشه و خانه های شما پر از عشق و محبت.